سلام بچه ها، خوش اومدین به کانال خودتون. من یاسمن هستم و توی این ویدیو میخوایم با همدیگه در مورد خونه پیدا کردن توی آلمان صحبت بکنیم. اینکه چجوری میتونیم خونه پیدا بکنیم، شرایط اجاره کردن خونه ها معمولا چیه، و اینکه چه نکته هایی رو باید توی قرارداد بهش دقت بکنیم. پس تا آخر ویدیو حتما همراه باشید تا جواب این سوالا رو بگیرید. قبل از هر چیزی بیایم شرایط کلی آلمان رو بررسی بکنیم. آلمان نسبت به ایران اگه در نظر بگیریم وسعتش کمتره، ولی خب جمعیتش همون حدوده. یعنی آلمان حدود 80 میلیون نفر جمعیت داره و قوانین ساخت و ساز توی آلمان خیلی به نظرم سخته. توی خیلی از شهرها شما اجازه ندارید خونه ها رو مثلا خیلی بلند بسازید. توی همه شهرها یا هر جایی شما برج نمی‌بینید و کلن چون تراکم جمعیت به نسبت اون زمینی که وجود داره بیشتره، کلن خونه ها متراژش پایین تره و توی یه سری از شهرها مثل مونیخ، برلین، فرانکفورت، هامبورگ که شهرهای بزرگ آلمان حساب میشن، قیمت خونه ها خیلی بالاتره. و خب توی شهرهای کوچیکتر شاید شما بتونید با یه قیمت های مناسب تری خونه پیدا بکنید. و برای خونه پیدا کردن شما یا باید به یه دلالی پول بدید که براتون خونه پیدا بکنه، یا اینکه خودتون باید دنبال بگردید و یه جایی رو پیدا بکنید. اینکه از چه سایت هایی میتونید بگردید دنبال خونه حتما آخر ویدیو براتون لیست میکنم و میگم که از کدوم سایت ها میتونید دنبال خونه بگردید. خب حالا بیاییم ببینیم که اصلا چجوریه این پروسه خونه اجاره کردن، خونه پیدا کردن. شما مثلا میرید پیدا میکنید یه خونه ایو و به اون شخصی که اون خونه رو داره حالا مسیج میدید، پیام میدید، زنگ میزنید یا هر چیز و میگید که مثلا این خونه برای من جالبه و دوست دارم بیام مثلا ببینم خونه رو. معمولا اون شخصی که حالا اجاره میده خونه رو میاد یه روزی رو تعیین میکنه و هر کسی که میخواد بیاد خونه رو ببینه توی اون تایم مثلا میگه اوکی مثلا پنجشنبه از ساعت 3 تا 5 همه میتونن بیان و خونه رو ببینن و اینجوری میشه مثلا یهو شما میرید اونجا میبینید که 50 نفر 20 نفر هستن و اومدن خونه رو ببینن. خب این کارو خیلی رقابتی میکنه. بعضی وقتا هم هست که مثلا فقط به خودتون ترمین میدن، به خودتون وقت میدن، میگن که باشه فلان روز بیا و مثلا خونه رو ببین. قراردادهایی هم که شما برای اجاره خونه میبندید امکان داره که متفاوت باشه. بعضی از خونه ها هستن که یه سری وسایل توش دارن. مثلا نمیدونم تلویزیون داره، میز داره، صندلی داره و اینجور خونه ها رو به عنوان خونه مبله خب اجاره میدن و معمولا اجارهشون هم از خونه های خالی بیشتره. امکان داره که اینجور خونه ها مثلا قرارداداش دائم نباشه، مثلا کوتاه مدت باشه، یه ساله، دو ساله، پنج ساله. چون که اگه شما قرارداد دائم داشته باشید صاحب خونه خیلی سخت میتونه شما رو بعداً از خونه بلند بکنه و این قوانین توی آلمان خیلی راحت نیست که مثلا یه نفری که یه جای اجاره کرده با قرارداد دائم بخوای مثلا بلندش بکنی. واسه همین خیلی ها هستن که مثلا خونه ها رو شاید مبله اجاره بدن و یا این قراردادا رو خب بخوان دائم نبندن و کوتاه مدت ببندن. بعد توی قراردادا هم باید نگاه بکنید. خیلی جاها هستن که توی قرارداد پول آب یا گاز رو حساب میکنن با اون اجاره که شما میدین، در واقع اجاره گرمی که میدین، ولی خیلی جاها هستن که این پولا رو حساب نمیکنن و شما خودتون باید برید قرارداد ببندید. مثلا اگه توی قرارداد خونتون پول آب ذکر نشده باشه شما خودتون باید برید اداره آب و اونجا مثلا قرارداد ببندید و ماهانه اون قبضشو پرداخت بکنید. برای برق هم همینطور و اینترنت هم همینجوری. ولی یه سری از خونه ها که همونجوری که گفتم مبله هستن و خب یکم هم گرونترن، معمولا حالا نمیگم همیشه ولی معمولا پول آب باهاشه، پول برق هم همینطور و حتی یه سریاش اینترنت هم دارن. خب شما وقتی که یه خونه رو اجاره میکنید اگه بخواید که پارکینگ هم داشته باشه معمولا ازتون یه پول اضافه میگیرن و این نیستش که مثلا بگن که اوکی شما این خونه رو اجاره کردی این پارکینگ هم باهاشه. نه، مثلا میگن این خونه رو اجاره کردی حالا اگه پارکینگ هم میخوای باید یه اجاره دیگه بدی یا یه قرارداد دیگه برای پارکینگ ببندی. این نکته هم حتما حواستون باشه. خب توی این موضوع که گفتم مثلا شما میرید و یهو توی یک روز 10 نفر 20 نفر میان و همراه با شما اون خونه رو نگاه میکنن. خب توی این موارد معمولا صاحب خونه نگاه میکنه و خب شرایط همه اون افراد رو میسنجه و معمولا کسی که شرایط بهتری رو داشته باشه انتخاب میکنه. خب این شرایط بهتر یعنی چی؟ شاید براش مهم باشه که شما قرارداد کاریتون چجوریه، دائمه، موقته، چقدر درآمدتونه،
حقوق ماهیانتون چقدره، چند نفر هستید و اینکه اصلا هدفتون اینه که دائم بمونه توی اون خونه یا میخواید زود بلند بشید. شاید همه این نکته ها رو در نظر بگیره و طبق شرایط کلی بعدم بخواد به یه نفر اون خونه رو اجاره بده. خب اینا تقریبا شرایطی بودش که به نظر من اومد که برای اجاره خونه باید حتما در نظر بگیرید. حالا وبسایت هایی میخوام بهتون معرفی بکنم که از اونجا میتونید دنبال خونه بگردید. اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک بکنید و کانالم سابسکرایب کنید. خب شما هر کجا میتونید خونه پیدا بکنید؟ همونجور که گفتم یا میتونید به یه دلالی پول بدید یا اینکه خودتون دنبال خونه بگردید. اگه خودتون میخواید دنبال خونه بگردید یه سری وبسایت ها وجود داره که شما از اونجا میتونید تقریبا خونه های مختلف رو نگاه بکنید. اولیش که خیلی هم خوب مرسومه و همه تقریبا باش آشنایید، فیسبوکه. شما میتونید مثلا توی اون شهری که هستید سرچ بکنید و یه گروه هایی که مثلا برای اجاره خونه، اجاره اتاق هستش رو پیدا بکنید، توی اون عضو بشید و ببینید که آیا خونه برای اجاره وجود داره یا نه و بخواید با اون صاحب خونه تماس بگیرید. وبسایت دوم، یا بهتر بگم اپ دوم، اپ کلاین‌آنزایگن هست که قبلا حالا با اسم ایبی کلاین‌آنزایگن بود، الان تغییر کرده به کلاین‌آنزایگن. اونجا خب شما میتونید وسایل مختلف رو پیدا بکنید ولی خونه هم میتونید پیدا بکنید. یه قسمتی داره که مخصوص خونه است و اونجا میتونید برید سرچ بکنید و ببینید که آیا خونه برای اجاره متناسب با شرایط شما وجود داره یا نه. یه اپ دیگه که میتونید ازش استفاده بکنید وگگزوخته، که باز هم اونجا میتونید برید حالا یا اگه اتاق شیری میخواید یا خونه میخواید پیدا بکنید و ببینید که شرایطش چجوریه. دو تا اپلیکیشن دیگه هم هستن، ایموسکات 24 و ایموویل، که اینا هم باز اپلیکیشن هایی هستن که برای پیدا کردن خونه هستن و حالا میتونید برید اونجا هم ببینید که چه کسایی آگهی دادن برای اینکه بخوان خونهشون رو اجاره بدن. خب اینم لیست همه وبسایت ها و اپ هایی بودش که شما میتونید استفاده بکنید برای پیدا کردن خونه. ولی بازم از سرچ گوگل میتونید استفاده کنید، یا اگه مثلا توی محلتون میبینید که املاکی هستش که معمولا خیلی کمه و خیلی مرسوم نیست، ولی باز میتونید برید از اونا هم سوال بکنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. حتما ویدیوهای دیگه کانالم نگاه بکنید. مطمئنم جواب خیلی از سوالاتون رو میتونید اونجا پیدا بکنید.